خبر دارین یا نی؟ گپ بین خود ما و شما باشه. اگه خبر ندارین، این حال ما خبرتان میکنم. دهی برنامه یک مهمان بسیار اما تو اساس و بسیار خطرناک داریم که نامشان است جناب سرتنبسای. یک نفر نشنوه، خدا خیر ما را پیش بیاره، برنامه را کت ما تا آخر همراهی کنه. سلام علیکم جناب سرتنبسای، خوش آمدین به برنامه. بیادر خوش باشی، یکی خفه نشین اتاق جان، کدی ما مردم کردکی گفتی، ما مردم کردکی استیم. اما تو بگو کمی گفتنی چی هست که ما میریم از خود چل کار بار داریم پدر. جناب سرتنبسای، ما قراره که خبر شدیم و بعض از هموطنان عزیز ما به برنامه تماس گرفتن و شکایت داشتن که یک تعداد از افراد قریه گویا که اونجا شما زندگی میکنید، برقایشان اما تو شب و روز به حساب وقفه زیاد میاد، یعنی قطع برق در اون لین زیاد است. کسی از نام شما، کسی که من بچه خالش هستم و بچه کاکاش هستم، نه بل برق کس تحویل میکنه، نه کس میتر از زنده به حساب از بیخ قطع میکنه، میگه دوز برده. آیا ای گپ واقعیت دار؟ والا نتاق جان بیادر، اول خودت برد بگیم که دلم بایسه کلم ایچه نمی مربوط شما نمیشه. اگر من میفهمیدم که تو مرا بخواهی خاطر خواستی مایید نمی آمدم، یک مسئله. خوی مشکل مردم هست، مشکل از مردم هست. کدام مردم؟ مردم پیش من چلول کده نمیتونه. این توست دیدم نزاکت است که من میگم باش کنم کسی مرا نبینه، که اگر نیست که مطورم جواب دندان شکن میتونم. اینه نگرفتیم گرفتیم، لین دوزی نکدیم کدیم. چی میکنی؟ محکمه میکنی؟ میکشی؟ نه خدای نخواستن. خلاص دیگه. این مشکل بود جناب سرتنبسای صاحب که مردم مطرح کردن یا از امی گپ شاکی هستن که گویا اینمی لینا را شما قطع میکنین و تو رو مستقیم به خیش و اقارب و تا به او باقای تفریحیتان ای را وصل میکنین. او برادر، من اینم تو کل زندگیم تو روز، کل زندگیم برخمام تو روز، اما گپ مینم تو تو روز. یعنی می خانه را که گرفتیم، یعنی زمینش هم تو رو بوده، آب آتیش تو رو بوده، از این بگی از اون بگی، از من کل زندگیم تو رو بوده. یعنی مردم بیچاره که لینش به حساب به خاطر شما قطع کردن و میگن که اینجا زورگویا زیاد است، یا چی کنن؟ او بیدر، من خود زمانت مردم هم نکدیم، میگم من زنده جهان زنده، من مرده جهان مرده، با من چیلی؟ او قربان چه او نتاق جان، من خلاصه برات میگم، او بیدر بابا و بابا کلانی و شما را لمپا و لکنگ کشت. آله پشت می برد نگرده بالا می برده که ما مردم آله خو ما چل الف سنک های دگه داریم، ای سی میگن چی میگن از او داریم دگه بدر ما لین های انترنت و بچه ها انترنت کار میکنن. آله خدا بچه ها تحصیل کرده است، بچه ها رو من کوشش کردم گفتم بچه من برده از این زمین پیدا میکنم، خون مردم رو چشم میکنم، لیکن شما را من مکتبی میسازم. امو ساحه که شما زندگی میکنین کل سرکای فرعی را شما بند ساختین و اونا اگر کدام مریض و تکلیف برشان پیدا میشه، برای اگر امبولانس ضرورت شوه، اینا چه رقم مشکل خود حل کنن؟ رو بده در این قسمت من ملامت نیستم. اون نتاق جان اینمی بچه ها را خدا در غضب کنه، اینمی ها ملامت هستن. گفتم که بچه ها چک نمانید میزرون، مگم بگفت نکدن، اگر نه من گفتم بودم پخته کنکریت بریدن دیوال کنید، نکدن. ما گفتم بخی دیوال کنیم، یک دروازه برای خودم میشانیم، دل مردم بده پو قانه هوایی و از اجای که هوا میکنن. ما دیگه غم مردم ها نداریم ما برادر. ما فهمیدم. بخیر باشی. بخیر باشی. خوش آمدی. با مان خدا. تشکر. با مان خدا کیبل کار نداری؟ نه سلامت باشی. اگه داری باشم از کیبل ها زیاد دارم. بخیر باشی. باش اکثر تو هم تا قار نشی. بخیر باشی. بخیر باشی. پناهتان به خدا. بینیم دای عزیز. خدا فضل کرد اگه نه اگه کتی کیبل میخوردم از سوال کردن میماندم تا دیگه برنامه. خدا روف جان میفهمی؟ امروز رقه خوش هستم، همه که خوش هستم. شاید در روزاییت خوش نباش، یکی بخونه است. چطور؟ ای کدام معامله خوشی و توی موی درک است یا که از خارج برد پیسان؟ روف جان
ده این شرایط توی معامله و دگه و دگه از کجا شد؟ باز گپ دگه را که گفتی از خارج به امپورم پیسه کنده نمیتونی یکی و خلاص برات بگویم. خیلی دلیل خوشی چی است که دادلت هم دولک میزنی؟ اینه او 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 میفهمی از درک مدیر سیم برات میگم کدام جای سفر داره از شهرش بیغم میشیم او. ولی ایره خراس میگی بیخی ازش در بینی رسیدیم ای کار که کو کار که کو کار که تنخواه تلال شد. اینه دم کمایی ما را گرفتم هر روز کار میکنیم نفر میایه اما همه که ما را نمیمونه که امیشی نگویا یا امو قلمانه امو حساب خدا برداریم او خدا خودگه علال گفته علال گفته خودم برباد کرد ما یار آرامت جان بسیار زور آدم است خودش کار مردم را تعقیب میکنه که باز پس کارش پس نمونه تا آخر او را تعقیب میکنه از برای خدا که ما هیچ خدا جور داده نتانیم ولی این خراس میگی سلام علیکم خوب هستید سلام بخیر باشید مدیر صاحب خوش آمدین صفا آوردین مدیر صاحب از آمدنم تا چشما جرق و برق روشن شد خوش باشین شما بیاین اینجا بفرمایید شما بفرمایید خوش باشین دیگه یه خبر براتون بگویم که مدیر صاحب سابقه تان که از طرف اداره به یک ولایت سفر داشتن و اونا را روان کردن تا آمدن دوباره از اونا ما به جایشان اینجا سرپرست مقرر شدم خوش اومدین خوش باش از تقدیر مبارکتان از قد اندام و رفتار و گفتارتان معلوم میشه که کت ما آرام میباشین شما سلامت باشین سیب کت ما آرام آرام میشین سیب شما زنده باشین انشالله با کمک یکی دیگه خود تمام کارها را پیش میبریم و در کارهای خود کوشش میکنیم که صادق باشیم خاطرت جمع باشه مدیر صاحب او مدیر سابقه ما که بود آدمی بود که از مردم رشوت میگرفت مردم از نالان و سرگردان میساخت و کارشون هم با آخر نمیرساند باور کنین مدیر صاحب که ازش در بینی رسیده بودیم کم مانده بود که ما اون مدیر صاحب استعفا بدیم چطور؟ میگفت که برین از مراجعین پیسه بگیرین باز بین که ما تقسیم کنین از برای خدا سه بینی دیخم یک آدم خو خیر باش السلام علیکم سه سلام علیکم سه بخیر اومدین خیر خیریت صد دارین شلو جور هستین امو رفتن ما که از طرف اداره بود امو به تویل تفتید گفتن که یک مباد باز روانت میکنیم ما پس آمدم در کارم ببخشی یکی دو ساعت بس آمد شدی همراه من اینجا آمدی معذرت میخوام خواهش میکنم مدیر صاحب ما در خدمت هستیم البته اداره لازم دیدن که شما را به سفر بفرستن حتما نصیب و قسمت نبود و هر وقت نصیب و قسمت بود انشاءالله باز خاطر رفتین و ما خبر دارم از صداقت و راستی تان که در اداره بر ما و بر رهبری اداره کل گپا معلوم است اما این دو کارمند باید ما به رهبری معرفی کنیم خب یا دیگه اینجا جای ندارن چرا خودشان البته میفهمن خودشان میفهمن که چی گپ است خب باید همین مسئله را به رهبری در جریان بگذاریم میرمانی من برم کردیم بین بین شما بین خب بله موتو